رونالدو دو جلسه محروم خواهد شد. سلام به همه دیفکتی های عزیز. خوش اومدین به کانال دیفکت. این نهمین قسمت از خبر امروزه. امیدوارم دوست داشته باشین و اگه پیشنهاد یا انتقادی دارید برامون کامنت کنید. این سراغ اولین خبر. روزنامه الرياضه عربستان اعلام کرد که پس از حرکات زشت کریستیانو رونالدو در جریان دیدار شب گذشته برابر الشباب، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عربستان این بازیکن را دو جلسه محروم خواهد کرد. بدین ترتیب کریستیانو در دو بازی برابر الحزم و الرائد غایب خواهد بود. در جریان دیدار شب گذشته میان النصر و الشباب بود که فوق ستاره پرتغالی حرکات عجیب و ناشایستی انجام داد. پس از گل سوم این تیم که توسط تالیسکا به ثمر رسید، کریستیانو رو به جایگاه هواداران میزبان کرد و همان حرکت زشتی را انجام داد که پیش از این و در زمان حضور در یوونتوس و دیدار با اتلتیکو مادرید انجام داده بود. در واقع رونالدو انتقامش را از دیگو سیمئونه گرفت که در بازی رفت حرکت عجیب و شرم‌آوری را انجام داده بود. اما این تنها رفتار زشت فوق ستاره پرتغالی مقابل هواداران رقیب نبود. پس از سوت پایان بازی و پیروزی 3-2 نصر در دیداری سخت و دشوار، هواداران الشباب نام لیونل مسی را فریاد زدند که با واکنش کریستیانو همراه بود. او مقابل هواداران الشباب رفت و با حرکات دست اعمال زشت و ناپسندی را انجام داد و این موضوع با اعتراض شدید رئیس باشگاه الشباب همراه شد و آنها شکایت رسمی خود از رونالدو را به ثبت رساندند. حرکت CR7 که پیش از این نیز از سوی او تکرار شده بود با اعتراض شدید هواداران رقیب النصر همراه شد. کاربران سعودی اعتقاد داشتند که رونالدو به واسطه بزرگ بودن نامش برای لیگ عربستان احترامی قائل نیست و هر کاری که دلش بخواهد را انجام می‌دهد، چرا که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این کشور جرأت محروم کردن فوق ستاره پرتغالی را ندارد. فشارهای شدیدی که به نظر می‌رسد مؤثر واقع شده و شاهد جریمه شدید CR7 خواهیم بود. این چندمین حرکت ناپسند و جنجالی کریستیانو از زمان حضور در عربستان است. او یک بار حرکت زشتی را رو به هواداران الهلال انجام داد و چند وقت پیش نیز پرچم آبی رنگ الهلال را داخل شورت ورزشیش گذاشت و سپس به گوشه پرتاب کرد و اکنون نیز این حرکات را برابر هواداران الشباب انجام داده که محرومیت دو جلسه ای را برای او به دنبال خواهد داشت. فرار از شکست با گل لحظه آخری مسی. اینتر میامی با گل دقیقه 92 فوق ستاره آرژانتینی روی پاس جوردی آلبا از شکست برابر لس آنجلس گالکسی گل پیام پوچتینو به چلسی: مثل کلوب به من زمان بدهید. ماوریتسیو پوچتینو حتی بعد از شکست مقابل لیورپول از پروژه خود در چلسی دفاع کرده و این پروژه را با پروژه موفق لیورپول در سالهای اخیر مقایسه کرد. لیورپول دیشب با گل ویرژیل فندایک در دقایق پایانی وقت‌های اضافه موفق شد چلسی را در فینال جام اتحادیه شکست داده و مانع رسیدن دستای ماوریتسیو پوچتینو به جام قهرمانی شود. سرمربی آرژانتینی چلسی در این مصاحبه برای دفاع از خودش گفت که حتی یورگن کلوپ در لیورپول برای اینکه اولین جام را برابر قرمزها برمغان بیاورد به 2 سال زمان نیاز داشت و چلسی و هوادارانش باید دست کم به اندازه کلوپ در لیورپول به او فرصت دهند. سرمربی چلسی در صحبت‌هایش با سایت این باشگاه گفت: بازیکنان ما حرفه‌ای هستند. ما باید باخت را فراموش کرده و به جلو حرکت کنیم. ولی بازیکن‌ها باید درد این شکست را احساس کنند. تیمی که برای جام بازی می‌کند و میبازد، هرچه بگویید نمیتواند دردش را تسکین بدهد. آنها باید بفهمند که ما باید تلاش بکنیم، باید کارهایمان را به شکلی بهتر انجام دهیم و پیشرفت کنیم. تیمی که بخواهد در این سطح رقابت کند باید با پوست و گوشش حس کند که فتح جام‌های بزرگ چقدر سخت و دشوار است. پوچتینو در ادامه وضعیت چلسی در دوران خودش را با سالهای اول یورگن کلوپ در لیورپول مقایسه کرد و گفت: یادم است که کلوپ چند سالی بود که جام نمیگرفت و 2 فینال لیگ اروپا و چمپیونز لیگ را از دست داده بود، ولی آنها به پروژه او ایمان داشتند و فصل به فصل قوی‌تر شدند و در نهایت به چیزی که می‌خواستند رسیدند. این الگوی خوبی است و ما اگر می‌خواهیم تیمی مثل لیورپول را به چالش بکشیم، باید به خودمان و پروژه‌مان باور داشته باشیم. چیزی از این مهم‌تر نیست. این ستاره رئال عاشق هنرهای رزمی است. ایلیا توپوریا، قهرمان گرجستانی اسپانیایی دسته پروزن UFC، دیشب برای تماشای دیدار رئال مادرید و سویا به عنوان مهمان ویژه رئال
رئال در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو حضور داشت. این ستاره ورزش‌های رزمی که متولد گرجستان است، در حال حاضر ملیت اسپانیایی دارد و در این کشور زندگی می‌کند. او با پیروزی خیره‌کننده مقابل الکساندر ولکانوفس و ناک‌اوت کردن او موفق شد رکورد بی‌نقصش را به 15 پیروزی و 0 شکست افزایش داده و قهرمان پروزنه UFC شود. در پایان مسابقه توپوریو در رختکن برنابئو به جمع ستاره‌های رئال مادرید رفت و البته سرخیو راموس کاپیتان سابق رئال که در حال حاضر برای سویا بازی می‌کند هم فرصت را برای عکس گرفتن با این قهرمان UFC مناسب دید. اما گزارش‌های رسانه‌های اسپانیایی هاکی است که جود بیلینگهام ستاره انگلیسی رئال بیش از همه بازیکنان این تیم از حضور توپوریو در رختکن خوشحال بوده و بارها به همه یادآور شده که عاشق UFC و شخص ایلیا توپوریو است. 4 امتیاز به اورتون برگردانده شد. با اعلام رسمی لیگ برتر و باشگاه اورتون، جریمه کسر 10 امتیاز این تیم به کاهش 6 امتیاز تغییر یافت. بعد از آنکه باشگاه اورتون به دلیل تخطی از قوانین مالی لیگ برتر با جریمه کسر 10 امتیاز مواجه شد، این باشگاه علیه تصمیم کمیسیون مستقل لیگ برتر فرجام خواهی کرد و امروز با اعلام رأی فرجام کاهش امتیاز از این باشگاه از 10 امتیاز به 6 امتیاز تغییر کرد. با این تغییر در کاهش امتیازها، در حال حاضر امتیاز اورتون به 25 امتیاز رسیده و این باشگاه با 2 پله صعود از رتبه 17 جدول لیگ برتر به رتبه 15 صعود کرد. تصادف عجیب داور. این دوربین‌های پرحاشیه. کمک داور زن دیدار بتیس و بیلباو دیروز بعد از برخورد به یک دوربین به شدت مصدوم شد و زمین را ترک کرد و حالا تصویر لحظه این تصادف عجیب منتشر شده است. دیدار دیروز دو تیم رئال بتیس و اتلتیک بیلباو شاهد اتفاقی عجیب بود. داور وسط بازی را متوقف کرد و مشخص شد کمک داور زن او پوراس به شدت مصدوم شده است. تصاویر دوربین پخش زنده این کمک داور را در حالی نشان می‌داد که با صورت خون‌آلود روی زمین نشسته و تیم پزشکی به او رسیدگی می‌کند. بعد از 5 دقیقه تلاش تیم پزشکی، خونریزی سر این کمک داور متوقف نشد و او را با برانکارد به بیرون از زمین منتقل کردند و داور چهارم وظیفه کمک داوری را بر عهده گرفت. رسانه‌های اسپانیایی دیروز عصر اعلام کردند که علت این مصدومیت شدید پوراس برخورد با یک دوربین در کنار خط بوده. لیورپول در واقع با تیم بی قهرمان شد. قهرمانی لیورپول در جام اتحادیه انگلیس با غیبت صلاح، داروین نونیه، سوبوسلای، الکساندر آلنولد، کورتیس جونز، دیگو ژوتا، آلیسون، تییاگو آلاکانترا، ماتیب و بایوچیچ. لیورپول عملاً هیچ کدام از اسلحه‌های اصلی‌اش را در اختیار نداشت. اما انگار همه این مصدوم‌ها برای دست سرنوشت کافی نبود و در حالی که تنها نیم ساعت از شروع بازی می‌گذشت، تکل خشن کایسدو روی پای گراونبرخ مصدومیت این ستاره هلندی را به دنبال داشت و جو گومز به جای او در پست دفاع راست وارد زمین شد. البته چلسی هم مصدومانی داشت که در مقایسه با لیورپول قابل اغماز بود. پوچتینو بدون ریس جیمز، بادیاشیل و کوکوریا قدم به میدان ویملی گذاشته بود. الگری نخستین سرمربی تاریخ سری آ که موفق شده از مرز 1000 امتیاز در این مسابقات بگذرد و تعداد امتیازاتش پس از کسب پیروزی مقابل فروزینونه تازه بازگشته به سطح اول فوتبال ایتالیا به 1002 رسید. انقلاب در مربیگری لیگ برتر انگلیس. حاشیه امنیت برای مردان نیمکت. سرمربیان لیگ برتر به دنبال تصویب قانونی برای امنیت شغلی بیشتر هستند. آنها می‌خواهند اتحادیه باشگاه‌های فوتبال انگلیسی قانونی را تصویب کند که بر اساس آن جدایی سرمربی‌ها هم مثل بازیکنان فقط در فرصت‌های نقل و انتقالاتی ممکن باشد. قانونی که به باشگاه‌ها اجازه نمی‌دهد مردان نیمکت را هر موقع خواستند از کار برکنار کنند. سرمربیان در حال فشار روی اتحادیه باشگاه‌ها برای نوشتن پیشنویس این قانون و قرار دادن آن در معرض رأی‌گیری هستند. بر اساس چنین قانونی، تیم‌هایی که از سرمربی خود ناراضی هستند، مجبورند دست کم یک نیم فصل به همکاری ادامه دهند و در برهه نقل و انتقالاتی اگر فرد مناسبی بود، او را برکنار کنند و سرمربی جدید را روی نیمکت بنشانند. تبعات چنین قانونی برای مردان نیمکت جذاب است، اما برای مدیرهایی که پیگیر هدر نرفتن سرمایه‌های خرج شده هستند، در نگاه اول دوست داشتنی و مطلوب نیست. با این قانون حتی اگر یک سرمربی تمام بازی‌های نیم فصل را هم ببازد، باز هم تا فرصت بعدی جابجایی روی نیمکت خواهد بود و سرمربیان می‌توانند از نشستن روی نیمکت تیم خود تا مقطع مشخصی اطمینان حاصل کنند و برنامه‌های خودشان را با مدتی طولانی‌تر بنویسند. شاید اولین ضعفی که به چنین قانونی وارد باشد، به تفاوت شیوه کار مربیان و بازیکنان مربوط شود.
تیم‌های باشگاهی در صورت استخدام یک بازیکن و عدم رضایت از عمل کرده او این شانس را دارند تا با دیگر مهره‌ها راهکاری برای کنار گذاشتنش پیدا و به اصطلاح فوتبالی بازیکن نامطلوب را تعویض کنند. این شرایط برای سرمربی‌ها صادق نیست و مدیران تیم‌ها در صورت نارضایتی امکان تعویض سرمربی خودشان را ندارند. همین ایراد سطحی نشان می‌دهد چنین قانونی اگر هم تنظیم شود و به رأی‌گیری گذاشته شود، پیش از آن باید با دقت بیشتر و کارشناسانه به نگارش در بیاید و ضعف‌های احتمالی آن از بین برود. بریم سراغ روزنامه‌های دوشنبه. نشریه استار اسپورت در شرایطی که لیورپول سال 2022 نیز قهرمانی در این مسابقات را با کلوب تجربه کرده نوشت: فوتبال فانتزی، کاپیتان با تجربه در جمع جوانترها، قهرمان خاص‌ترین قهرمانی دوران سرمربیگری یورگن کلوب بود. دیلی تلگراف با انتشار تصویری از جشن قهرمانی لیورپول نوشت: بچه‌های کلوب بر کیسه‌های پر از پول و بیلیون پوندی چلسی غلبه کرده و فاتح لیگ کاپ شدند. چلسی این شانس را داشت تا با کسب برتری مقابل تیم کم تجربه لیورپول به ششمین قهرمانی تاریخش در این مسابقات رسیده و بالاتر از استون ویلا کنار منچستر یونایتد به عنوان سومین تیم پر افتخار تاریخ رقابت‌ها بایستد. سان اسپورت تیتر مهد کودک لیورپول را در واکنش به قهرمانی این تیم به لطف درخشش چند پسر بچه زیر 21 سال انتخاب و منتشر کرد. مارکای اسپانیا در واکنش به درخشش مودریچ پا به سن گذاشته و در طعنه به شایعات پیرامون او در فضای رسانه‌ای نوشته: آن که می‌داند می‌داند. آس مودریچ را با صفت ابدی توصیف کرده است. تورت بارسلون نیز در واکنش به درخشش کوبارسی نوشته: رخکن بارسلونا از قابلیت‌های درخشان او شگفت‌زده شده و ژاوی با تمجید از او مدافع 17 ساله را جزئی جدایی ناپذیر از ترکیب بلوگرانا در فصل آینده می‌داند. در ایتالیا کوریر دلو اسپورت نوشته: یوونتوس سرانجام پیروزی را در دقیقه 95 جشن گرفت و الگری از مرز 1000 امتیاز در تاریخ سری آ عبور کرد. گازتا دلو اسپورت به پیروزی اینتر مقابل لچه واکنش نشان داده که از هر 10 بازی در سال 2024 10 پیروزی کسب کرده و رکورد 100% پیروزی را بر جای گذاشتند. این نشریه همچنین اشاره داشته: در شرایطی که اینزاگی بدون 7 بازیکن ترکیب اصلی تیمش را به میدان فرستاده بود، لاوتارو مارتینز 101مین گلش در تاریخ سری آ را نیز به ثمر رساند. گازتا از طرف مقابل به اعتراض پیولی به اورساتو بابت اهدای پنالتی به آتالانتا نیز واکنش نشان داده و اشاره داشته: دوشان ولاهوویچ که پایه‌گذار برتری حساس یوونتوس مقابل فروزینونه شد، امسال بیشتر از ارلینگ هالند و کیلیان امباپه گل به ثمر رسانده است. خب بریم سراغ نتایج بازی‌های دیروز. اینم از بازی‌های امروز. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید.